سلام به دوستداران اندیشه و تفکر، به یک ویدیوی دیگر از کانال ذهن بیدار خوش اومدید. در دنیای سیاست نه دوستی دائمی وجود دارد نه دشمنی دائمی، زیرا تنها چیزی که دائمی است منافع است. سخنان درخشان و آموزنده جورج ارول، نویسنده و داستان نویس. مردم دو دستند، نصف گول می‌خورند، نصف گلوله. مردمی که سیاست مداران فاسد را انتخاب می کنند، قربانی نیستند، شریک جرمند. یکی از حربه های رایج وعده بهشت به ستم دیدگان است، تا مبادا آنان پیش از مرگ به دنبال حقاق حق خود برود و طغیان کنند. بمب‌های اتم در کارخانه ها انباشته می شوند، پلیس در شهرها به گشت زنی مشغول است، برنگوها مشغول دروغ پراکنی هستند، ولی زمین همچنان به دور خورشید میچرخد. گیریم تا آخر عمر تنها بمانی و شریک برای زندگیت پیدا نکنی. تحمل این موضوع بسیار آسان تر از آن است که شب و روز با کسی سر کار داشته باشی که حتی یکی از هزاران حرف تو را نمیفهمد. هرچه جامعه بیشتر از حقیقت فاصله بگیرد، افراد آن جامعه از آنان که حقیقت را میگویند نیز بیشتر متنفر خواهند شد. در روزگاری که دروغ یک واقعیت عمومی است، به زبان آوردن حقیقت یک اقدام انقلابی است. هیچ کس یک حکومت دیکتاتوری را برای محافظت از یک انقلاب به وجود نمی آورد، بلکه انقلاب می کند تا یک حکومت دیکتاتوری درست کند. در عصر ما دیگر چیزی به نام فاصله گرفتن از سیاست وجود ندارد. همه چیز سیاسی است و سیاست تودی از دروغ، بهانه‌جویی، حماقت، نفرت و اسکیزوفرنی است. آزادی اگر اصلا معنایی داشته باشد، به این معنی است که من حق داشته باشم آنچرا که مردم نمی‌خواهند بشنوند با آنها بگویم. وقتی زنی کشته می‌شود، شوهرش مزنون اول است. این نشان می‌دهد که دیگران چه قضاوتی درباره ازدواج دارند. انسان فقط زمانی می‌تواند شاد باشد که تصور نکند هدف زندگی شاد بودن است. هر نسلی خود را باهوش‌تر از نسل قبلی و عاقل‌تر از نسل بعدی می‌داند. درست در چنین لحظه‌ای که انسان در شرف دستیابی به آرزوهایش است، دچار ناامیدی می‌شود. مردن در حالی که از آنها متنفر هستی، همون آزادی است. بدترین دشمن انسان سیستم عصبی خود اوست. برای نوع بشر دو راه بیشتر وجود ندارد، آزادی یا نیکبختی، و برای اکثر آنها نیکبختی بهتر از آزادی است. شاید انسان ترجیح می دهد که درکش کنند تا اینکه دوستش داشته باشند. اگر آدم قوانین کوچک را رعایت کند، می تواند قوانین بزرگ را نادیده بگیرد. چقدر بزدلانه است که افسوس خرافاتی را بخوری که از شر آنها رهایی یافتی و بخواهی چیزی را باور کنی که در اعماق وجودت بدانی حقیقت ندارد. وقتی چیزهایی در ذهنت تغییر کند، آنگاه کل دنیا تغییر می کند، چون نگاه تو به دنیا متفاوت می شود. سخن گفتن نقره است و سکوت طلا. وقتی که شما در فقر گرفتاری می شوید، هر روز در دام مشکلاتی سخت‌تر و بدتر از آنچه در آن گرفتارید می افتید. یک انگلیسی جانش در می رود اگر بخواهد بگوید دیگری بر او برتری دارد. او ذات حقیقی چیزها و آدمها را کشف می کرد، زیرا حقیقت وجودی خود را نیز به خوبی درک می کرد. بسیاری از نویسندگان و خبرنگاران کوشیدند شیوه مختصر به فرد او را بدون داشتن صلاحیت اخلاقی او تقلید کنند.
گرسنگی و مشقت و ناامیدی به گفته بنجامین قانون تغییر ناپذیر زندگی بود. حیوانات از پنجره به خوک‌ها و بعد به آدم‌ها و از آدم‌ها به خوک‌ها و دوباره از خوک‌ها به آدم‌ها نگاه می‌کردند، ولی دیگر نمی‌توانستند تشخیص دهند که خوک کدام است و آدم کدام. از حقیقت آشکار و همگانه باید دفاع کرد. حقیقت گرایی درست است و باید آن را ادامه داد. جهان مادی وجود دارد و قوانین آن تغییر نمی‌کنند. سنگ‌ها محکم و سفت هستند. آب رطوبت دارد. هر جسم بدون تکیگاه به طرف مرکز زمین سقوط می کند. من را دوستان که بالا کردن ویدیو و سابسکرایب کردن کار را از ما حمایت می کنند. تا ویدیو دیگر، خدا نگهدار.